خب دیگه الان ما بریم نهاری بخوریم با عزتون، بعد بقیه صحبت اگه دوست داشتیم مطالبی خواست بعد بگیم. خیلی دوستش داریم خواهی علوی نه؟ آره؟ آره والا چیکار کنیم؟ تولد گرفتیم واسه واقعا. آره ها؟ تولدش ببینی چیکار؟ آره حالا در ایران میگن سگ نجسه، خیلی هم آقایان هستی. آره دیگه بیچاره این گلیه بدبخت تو این روزگار چی میکشیده؟ آره گلی جون داست. آره خب بکنین دیگه ما را از تبدیل چقدر خوشمزی غذا هر روز درست میکنی، هر روز که نه گاگای درست میکنی دیگه، غذا هم درست میکنی شما الان. اون نمیتونه دیگه دکتر، دخترتون دکتر که نمیرسه دیگه. بله بله خوبه، اون وقت غذا درست کردن. ولی از پله ها و دستگاه میریم بالا. خوبه. خب خانم علوی شما از این پله ها نمیتونیم بریم بالا، با دستگاه میریم. بله چی؟ شما پله ها نمیتونیم بریم با دستگاه میریم. نمیتونم که. میدونه یه دفعه چی شده؟ بله همینجا من از اون پله اول قلط خوردم تا پایین. عجب. بعد گوش کن اینجا یه صندلی بوده، خوردم به اینجا یه شیشه بوده. اون شیشه نصف شده، اونم میشه من هیچی نشده. خب شانس دارین دیگه. حالا وقتی این دستگاه خریدین که از این بعد چون پله براتون سنگینه با دستگاه میریم بالا نه؟ حالا بشین من فیلم بگم چجوری میریم بالا؟ شما سوار بشین. آها از این طریق میریم بالا. حالا بزنین بریم چجوری. پایین هم با این میایین دیگه. بله؟ بله دیگه. بقیه چیزی خودتون میریم بالا. این بقیه دیگه اون یه تیکه تی پله بالا رو کوتاه هستش خودتون میریم، دو سه تا پله بیشتر نیست. بله باشه بریم. خانم نجمی علوی گفتگو رو ادامه میدیم. خواستم خواهش کنم شما تو دوره‌های مختلف داستان‌های کوتاه و عمدتاً درباره زنان نوشتید، در زمانی در مجله بیداری هم یکی دوتا چاپ شد. این داستان‌هایی که یکی از داستان‌هایی که دوست داشتید برای منم صحبت کردیم گلی جون بود. دلم میخواد گوشای از این داستان رو کلانم تایپ شدهش خدمت شما هست، قرار چاپ بشه. قبل از چاپ حالا یه گوشه از این گلی جون رو برای من بخونید، برای چاپ کرد، برای ضبط کنم فیلم شما رو. خواهش میکنم بفرمایید. گلی جون، گلی از دختران خوشگل محله نارمک تهران بود. موهای پرپشت و افشونش به طور چشمگیری به زیباییش میافزود. چشمانی سبز و سیمایی بسیار زیبا داشت. همه از زیباییش صحبت میکردن. او آخرین مد روز را به نرخ روز میخرید و میپوشید و در این حال دختر اهل کتاب و باهوش بود. زیر چشم خوشرنگ سبزش را خط چشم سیاه میکشید. رنگ سبز و سیاه چشمهای درشت و شهلایش افسون میکرد. هر روز خواهانش توی محلی نارمک زیادتر میشده. گلی دوره دبیرستان را که تمام کرد سرکله خواستگاران به خانهش را باز شد. مادرش جواب خواستگارها را سربالا میداد و میگفت اول باید بدونم پدر داماد کیه، مادرش که اصل نسبش به کجاست و چی داره. گلی دنبال این حرف نبود. او میگفت دبیرستان را که تمام کرد سر و کله خواستگاران به خانهشون باز شد. مادرش جواب خواستگارها را سربالا میداد و میگفت اول باید بدونم پدر داماد کیه، مادرش که
اصل نسبش به کجاست؟ چی دارد؟ گلی دنبال این حرفا نبود. او میگفت تا عاشق نشه شوهر نمی کنه. و علاقه داشت به تحصیل دانشگاهی ادامه بده. ولی گرفتن دیپلم متوسطه مصادف شد با بسته شدن دانشگاه ها. گلی تصمیم گرفت معلم مدرسه بشه و معتقد بود که باید خودش کار کنه و پولی در بیاره و مستقل باشه. اما مادر میل داشت که گلی را شوهر بده. مرتب او نق میزد که تو دم وقتی و باید شوهر خوبی بکنی. گلی گوشش بدهکار نه حرفا نبود. ترچسب رفت و معلم مدرسه شد. تو مدرسه دوربرش میپلیکیدند. او هم هر روز با یک لباس شیک و آرایش دلچسب دخترانه و جذب کننده به مدرسه میرفت. معلم کلاس پنجم دبستان شد. توی محله بین جوانان همه جا صحبت از گلی جون بود. کم کم روسری سرگردن داشت. توی جامعه سر میگرفت. ولی هنوز اجباری نشده بود. و گلی از روسری سرگردن بیزار بود. زیارت قم و مشهد بیش از گذشته و به بهانه های جور و جور جز به مشغولیات بعضی آدم های فامیل شده بود. خوشگلی گلی هم اسباب دردسر شده بود و همه اطرافیان توی کوچه گلی رفته بودن و مسئله دم بخت بودنش را پیش میکشیدن تا شوهرش بدهن و مبادا این خوشگلی موجب مشکلاتی برای این دختر و آبروداری خانواده بشه. یک روز که گلی از مدرسه به منزل آمده بود، مادر و خاله‌هاش دورش کردن که یک شوهر خوب و امروزی و باب میل او که مهندس است میخواهد به خواستگاریش بیاید. خاله‌ها یکی پس از دیگری زبان به تعریف و تمجید که بله داماد هم مهندس که داماد هم مهندس هم نجیب زاده. گلی تا شروع کرد به صحبت که من باید تصمیمم قبل از اینکه کلمه بگیرم را به زبان آورد حرفش را قطع کردم که تو الان دم بختی و داماد از خانواده سید است، نباید به بختت لگد بزنی. این جوان مهندس و سید اولاد پیغمبر چندین بار تو را که به مدرسه می رفتی سر راه دیده و خیلی خاطرت خواهد شده. پدر مادرش می خواهم بیاین خواستگاری. از این بهتر جوان کجا پیدا می کنی؟ یکی از خاله‌ها افتاد وسط دور و گفت من خانواده این سید اولاد پیغمبر را می‌شناسم. با مادرش سال هاست که دوستم و چندین دفعه که سفره حضرت عباس گذاشت مرا هم دعوت کردی. وقتی گلی مجدداً شروع کرد به صحبت با او مهلت ندادند. خانه دیگرش زنجیری صحبت را به دست گرفت. گلی جون این مهندس تحصیل کرده جوان متدینیست و خانه شخصی داره و صاحب شغل و مقامه. خالی جون به وقت خودت پشت پا نزن. این دفعه گلی با نوعی اعتراض توأم با احترام رو کرد به مادرش و گفت آخه من میخوام شوهر کنم. دلم میخواد با کسی که میخوام ازدواج کنم دوستش داشته باشم. آخه دوره من با دورانی که شما از روی خواستگاری یا دیدن عکس آقای داماد ازدواج میکردی گذشت. چرا نمیخواهید به احساسات و خواست قلبی یک آدم اعتنایی داشته باشید؟ مادر دید که نمیتواند پاسخ درخوری به گلی بدهد. از در دیگری وارد شد و گفت دخترم گلی جون ما خوشبختی تو رو میخواییم. منتها ما تجربه زندگی داریم و دوتا پیراهن بیشتر از تو پای کردیم.
عاقبت اندیشی و دور اندیشی ما رو که نمیتونی ندیده بگیری.